آخه میخندم. خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. ستاد مقابله با کرونا در ایران اعلام کرده مرحله تست انسانی از اول دیماه بر روی 56 تا 60 نفر انجام میشه. این افراد در محدوده سنی 18 تا 50 سال هستند و به افراد داوطلب فراخوان نخستین مرحله پاداش مختصری هم پرداخت میشه. خدا به خیر کنه. گفته شده تست کرونا یکی از پرسنل مراقبت‌های بهداشتی که در بیمارستان دولتی لفکوشا کار می‌کنه مثبت شده. این شخص که یکی از مدیران یکی از بخش‌های بیمارستان دولتی لفکوشا بوده، با افراد زیادی در ارتباط بوده و به همین دلیل ممکنه جراحی‌ها در این بیمارستان برای مدتی به تعویق بیفته. تمامی پرسنل بیمارستان جداگانه در اتاقهای ایزوله هستند. همزمان تست PCR شخص دیگه‌ای که ایزوله شده بوده مثبت اعلام شده و به همین دلیل تمام پرسنل باید تست بدن. وضعیت یه مقداری داره پیچیده میشه. با تلاش‌های سفارت ایران در آنکارا و موافقت سازمان هواپیمایی دو کشور، مقرر شده مجدداً پروازهای شرکت هواپیمایی ایران ایر از تهران به آنکارا و بالعکس برقرار بشه. در حال حاضر شرکت هواپیمایی ایران ایر برای انجام یک پرواز در هفته برای روزهای چهارشنبه برنامه ریزی کرده. آقای پومپئو وزیر امور خارجه امریکا هم در اظهار نظری گفته که چرا به برجام برگردیم و به ایرانی‌ها پاداش بدیم، در حالی که اونها با فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها تجارت می‌کنن و با ما نه. رئیس اتحادیه کارمندان عمومی قبرس شمالی هشدار داده در این روزها که تعداد موارد مثبت در کشور در حال افزایش است، باید اقداماتی فوری برای کاهش تراکم جمعیتی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی انجام بشه تا هم بتونیم از مردم و هم از کارکنان خدمات بهداشتی محافظت کنیم. در غیر این صورت فروپاشی کامل سیستم بهداشتی نزدیکه. و اما آمار کرونا در ایران، متاسفانه در 24 ساعت گذشته مبتلایان جدید 7453 نفر و قربانیان جدید این بیماری 212 نفر اعلام شد. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندید.